اول به محسن فخری‌زاده بپردازیم به دو دلیل. هم به این دلیل که رعایت درخواست دوستان عزیزی رو کرده باشم که تماس گرفتن گله کردن که چرا درباره فخری‌زاده برنامه نداشته ایم، و دوم این که با شناخت فعالیت‌های محسن فخری‌زاده مهابادی بهتر می شود فعالیت‌های جاری هسته جمهوری اسلامی رو که مورد مناقشه است همچنان دریافت و شناخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک 14 سال پیش در سوم فروردین 1386 قطعنامه 1747 رو علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد. در بند دوم قطعنامه 1747 مربوط به تحریم افراد و مؤسسه ها آمد، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است که با محسن فخری‌زاده دانشمند یا دانش‌پژوه وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ببخشید من این نکته رو اولی توضیح بدم. ببینید همه جا به عنوان ساینتیست گفته می شود در متن‌های انگلیسی که زبان معمول این مراکز و به طور کلی زبان معمول رسمی و دیوانی دنیاست به اصطلاح. ساینتیست رو در ایران در رسانه‌های ایران ترجمه می‌کنن دانشمند، در حالی که اینا همشون دانشمند به معنای دقیق کلمه خب نیستن، هممون میدونیم. حالا به همین دلیل منم عرض میکنم دانشمند یا دانش پژوه فلان، یعنی ترجمه در واقع سر دست کسی همون ساینتیست دیگه که حالا اشکال از زبان انگلیسی یا فارسی بماند. خب دوباره میخونم، در بند دوم قطعنامه 1747 مربوط به تحریم افراد و مؤسسه ها، در قطعنامه 1747 آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است که با محسن فخری‌زاده دانشمند یا دانش‌پژوه وزارت دفاع جمهوری اسلامی و رئیس سابق مرکز تحقیقات فیزیک در شیان لویزان گفتگو کند. که می‌دانید رهبر جمهوری اسلامی سخت مخالفت کرد با گفتگو با به گفته خودش دانشمندان هسته‌ای ایران، و می‌دانید که سایت مخفی شیان لویزان رو خرداد 82 سازمان مجاهدین خلق افشا کرد به عنوان مرکز تحقیق و توسعه سلاح غیر متعارف در ایران، و سایت شیان لویزان رو جمهوری اسلامی با خاک یکسان کرد که اثری ازش نماند. که دیگه اینها در برنامه‌های متعدد در صفحه آخر گفتیم که باری 14 سال پیش در قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار اسم محسن فخری‌زاده آمد در بین تحریم شده‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. کی بود محسن فخری‌زاده مهابادی؟ ایشون متولد 1 فروردین 1340 در قم، یعنی بر طبق اسناد رسمی تقریبا 60 سالش بود که 7 آذر 99 در آبسرد دماوند تهران نزدیک ویلای خانوادگیش ترور و کشته شد. فخری‌زاده ها اصالتاً مال مهاباد اصفهانن، از توابع اردستان استان اصفهان، نه تو کردستان شهر مهاباد. تحصیلاتش رو آقای فخری‌زاده مهابادی کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای رو از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت، در جنگ ایران و عراق بعد به عنوان عضو سپاه پاسداران تو برنامه‌های موشکی فعال بود، چند سفر به کره شمالی داشت، از جمله در بهمن 91 که کره شمالی سومین بمب اتمی رو آزمایش کرد ایشون در اونجا بود، حالا دعوت شده بود هرچی. تمرکز بر ساختن ورژن‌های مختلف کلاهک هسته‌ای در جمهوری اسلامی از دهه 60 شروع میشه، اواخر جنگ ایران و عراق. یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران که به غرب پناهنده شده چند سالی است و یک بار در برنامه مفصل یادداشتش رو براتون خوندم، در یک قسمت از اون یادداشت نوشته در سال که برای بنده نوشته، البته جای منتشر نشده، این نوشته است در سال 1366 هسته بهینه‌سازی ساخت این کلاهک‌ها به طور کامل راه اندازی شد. خب نیروهاشون رو جمع کردن سال 1366، برنامه‌ریزی کردن، میگه در سال 66 تموم شد. خب دیوید آلبرایت که بارها در برنامه گفتم ازش رئیس و بنیانگذار مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی در واشنگتن که دست کم 30 سال است که درباره مسائل هسته‌ای ایران تحقیق کرده است، کتاب‌ها و مقالات متعددی در این باره داره، نوشته که محسن فخری‌زاده از سال 1376 خورشیدی، یعنی از زمان دولت محمد خاتمی،
پروژه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مدیریت می‌کرد و در اواخر 1378 خورشیدی، یعنی دو سال بعدش، مسئول نظارت بر پروژه آماد بود، پروژه تسلیحات هسته‌ای. پروژه آماد که یک پروژه تحقیقاتی بود، گسترش پیدا کرد به پروژه آزمایش عملی چاشنی انفجاری هسته‌ای که اسم این پروژه شد مریوان با مدیریت محسن فخری‌زاده. از اواخر سال 1381 درباره این پروژه حالا خواهم گفت، آماد و مریوان، از محسن فخری‌زاده که 14 سال پیش اسمش رو در قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل دیدیم، در تمام این سالها فقط یک عکس از جوونیاش علنی شده بود. نزدیک 3 سال پیش در اردیبهشت 1397 بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری که پروژه تسلیحات هسته‌ای آماد رو افشا می‌کرد، اون عکس رو نشون داد که دارین میبینین، که تو اسنادی بوده است که بهمن 96 اسرائیل از ایران خارج کرد، که گفت نیم تن اسناد و اینها از ایران خارج شده است و بخشیش رو آقای نتانیاهو آمد و در اون کنفرانس خبری علنی کرد. غیر از این عکسی که دیدین، هیچ عکس جدید یا فیلمی از محسن فخری‌زاده نبود تا پارسال، سال 98، که یکی دو تصویر از او در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای.ir منتشر شد که دارین می‌بینین، بدون اسم آوردن البته از کسایی که اونجا نشستن، از جمله محسن فخری‌زاده. دیوید آلبرایت نوشته است در شرایطی که جمهوری اسلامی هنوز به پرسش‌های اساسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پروژه آماد پاسخ نداده و در شرایطی که در نقض برجام غنیسازی اورانیوم و ذخیره اورانیوم غنی شده را مدام افزایش می‌دهد، جمهوری اسلامی اگر می‌خواست بمب اتمی تولید کند، بیشک فخری‌زاده بهترین گزینه برای انجام این کار بود. انفجار و اختلال در سایت غنیسازی نتنز در تیر ماه 99 و ترور فخری‌زاده در آذر ماه 99 نشان می‌دهد که برنامه‌های هسته‌ای و پرسنل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در معرض حمله اند. چند تا از کارورزان این پروژه ها، اغلب به اسم دانشمند هسته‌ای، در این 14 سال گذشته ترور شدند. اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری‌زاده. محسن فخری‌زاده سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی رو که با نام اختصاری سپند شناخته میشه، در بهمن 1389 راه انداخت. سپند وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است و فخری‌زاده به عنوان معاون وزارت دفاع رئیس این مرکز بود، رئیس سپند. از نظر امکانات برنامه‌ای سپند زیر نظر دانشگاه صنعتی مالک اشتر که مال وزارت دفاع. دانشگاه مالک اشتر هدفش تربیت کادر برای پژوهش‌ها و برنامه‌های خاص نظامی است، از جمله موشکی و اتمی. دفتر مدیران دانشگاه مالک اشتر در تهران بزرگراه شهید بابایی است و خود دانشگاه که از مقطع کارشناسی تا دکترا دانشجو دارد در شاهنشهر اصفهان. الان رئیس دانشگاه مالک اشتر ابو طالب شفقته که قبلا رئیس مؤسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی بود و دوره احمدی نژاد هم ایشون استاندار بود، در میگشت تو ایران، استاندار مازندران بود یه دوره، یه دوره استاندار بوشهر بود، یه دوره استاندار خراسان شمالی بود، همش دوره احمدی نژاد. از سال 97 ایشون شده رئیس دانشگاه مالک اشتر. بیشتر کسایی که مسئولیت و مدیریت پروژه‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو دارن، اگر دقت بفرمایید، قبلش در بخش موشکی سپاه یا وزارت دفاع بودن. علت چم این است که تمرکز جمهوری اسلامی بر تولید موشک‌های دوربرد، موشک‌های بالستیک و تولید کلاهک هسته‌ای برای موشک‌های بالستیک، طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های غیر متعارف که جمهوری اسلامی هم امضا کرده، یعنی ایران امضا کرده، هیچ کشوری نباید موشک بالای برد 300 کیلومتر تولید کنه. 8 نوع از 13 نوع موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده برد بالای 300 کیلومتر دارن و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. و این نکته مهمی است که کمتر بهش توجه میشه، که برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی و اذنابش میگویند، و اذنابش بگم کافی است، که
برجام ربطی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ندارد و ما سر برنامه موشکی مذاکره نمی کنیم و اینها دارد. موشک‌های بالستیک مخصوصا در قطعنامه بعد از برجام و مربوط به برجام، یعنی قطعنامه 2231 ممنوع شده به صراحت. ببینید، برجام در 23 تیر ماه 1394 امضا شد. 5 کشور به اضافه 1، یعنی 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس، به اضافه آلمان که عضو شورای امنیت نیست، 5 به اضافه 1، اینا امضا کردن با ایران برجام رو. 6 روز بعد از امضای توافق برجام، یعنی در 29 تیر ماه 94 قطعنامه 2231 صادر شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که دقیقاً قید شده که با امضای برجام 6 قطعنامه تحریمی قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران لغو می‌شود، یعنی لغو شد. یکی از بندهای همین قطعنامه 2231 اینه، اینم براتون می‌خونم. از ایران خواسته شده است که هیچ گونه فعالیتی راجع به موشک‌های بالستیک که به منظور دستیابی به تسلیحات هسته‌ای طراحی شده‌اند انجام ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک. خب 8 ماه بعد، 10 فروردین 1395، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نامه مشترک نوشتن به دبیرکل سازمان ملل متحد و نوشتن که جمهوری اسلامی با آزمایش‌های موشکی انجام شده از زمان امضای توافقنامه برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده. موشک‌های آزمایش شده قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند. یعنی چه قطعنامه 2231 را نقض کرده؟ یعنی قطعنامه‌ای که در واقع به برجام مشروعیت می‌داد. و می‌دونیم که کشف عجیبی هم نبود این نامه این 4 کشور به دبیرکل سازمان ملل. جمهوری اسلامی با صراحت همیشه آزمایش موشک‌های دوربرد بالستیک رو انجام میده، تبلیغش میکنه که چه توانایی دارن این موشک‌ها، روش میزنه مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان، اینا میدونید دیگه. من تبلیغ میکنم همیشه. فخری زاده در سندی که دارین میبینین که محمد نصیری به عنوان رئیس پروژه آماد امضا کرده در تاریخ 28 بهمن 1380، مسئول تهیه مشخصات اینطوری که نوشته اتاقک سرجنگی یا همون کلاهک هسته‌ای می شود، فخری‌زاده بالای همین نامه نوشته بسمه تعالی در حال پیگیری است، اصل نامه بایگانی شود. بعد از ترور فخری‌زاده، ببینید یه نکته رو بگم و بعد ادامه بدم. تمام این نمیدونم فتوای امام خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، فلان فلانی در باره ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای، اینا همه کشکه. به دو دلیل، یکی اینکه برای حفظ نظام به نام فتوا و سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی امام هسته آیت الله امام خمینی، حتی میشه ارکان دین رو تعطیل کرد، نماز، روزه، اینها بارها گفتم، و عملگرایی نظام جمهوری اسلامی، نظام مقدس، همیشه ایجاب میکند که یا نرمش قهرمانانه بکنه یا فلان فتوا رو پس بگیری یا فتوای جدید بده، نمیدونم از این حرفا. خب حالا باز برای اثبات این سخن، بعد از ترور فخری زاده در 7 آذر 99 رسانه های سپاه آمدن ویدیوی تقطیع شده، تیکه تیکه های از یک سخنرانی فخری زاده رو برای اولین بار منتشر کردن. زمان این سخنرانی را مشخص نکردن، ولی هیچ شک نیست که همین اواخر بوده، چون وقتی به عکس‌های فخری‌زاده که سال 98 پارسال در جلسه با رهبر معظم بوده است نگاه می‌کنیم، یا عکسش با خاتمی وزیر دفاع همین دولت روحانی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سخنرانی باید همین اواخر بوده باشه، یا چهره‌اش مثلا در تابوت وقتی که نگاه می‌کنیم که حالا خواهید دید، می‌بینیم همون دقیقاً همون چهره‌ای است که داره سخنرانی می‌کنه و الان خواهید دید. بعضی جا نوشتن که آخرین سخنرانیش در جمع بوده است. فخری‌زاده در این سخنرانی دلیل رفتن جمهوری اسلامی به سمت داشتن بمب هسته‌ای رو توضیح میده. بعد از فرمان حضرت امام در این تحولاتی که
جنگ ایجاد شد بعد از شکست قصر آبادان و حرف خورم کرد پیروزی های لشکر اسلام شروع شد و دیگه تا جایی رفت که ما به قول معروف اون شعار تا کربلا نشرات خدمت شما که یک کام بیشتر نداشتیم که محقق بشه که دشمن به حلقه های غیر اخلاقی متوسل شد و نبرد رو کشون به عرصه شریعت. دیگر عزیزان تو خاطرشون هست که عملا ما به دلیل نداشتن تجربه چگونه زمینگیر شدیم و چه شهدایی که تقدیم کردیم و علت عمدش هم نبود تجربه. خب این به هر حال تجربه تلخ بود و این درس رو ما داد که باید در همه عرصه ها مراقبت بکنیم که غافلگیر نشیم. بود منطقه به نظر بگیرم منطقه ما الان داره تبدیل به منطقه هسته‌ای میشه. شما عربستان رو ببینید که طرح‌های وسیع هسته‌ای داره، اون حساب طرح ملک فهد داره اشارات بدن، شما امارات به شدت دنبال بحث هسته‌ای، پاکستان که تکلیفش مشخص هست، هند و اشارات بدن شما اونام که مشخص هست. خب این گسترش میطلبه که یک سری زیرساخت‌هایی به صورت متوازن ایجاد بشه که اگر ایجاد نشه با این احتمال حوادث چه در داخل چه در منطقه و چه در اشرافت ما شما عرصه میلون بلدی قطعا ما اون ضربه پذیری هایی که در وسط شمالی داشتیم اینجا با شدت بیشتری خواهیم. ببینید من هی اشاره میکنم، تأکید میکنم به اینکه این سخنرانی همین اواخر بوده است، برای اینکه ببیجه یکی از کلکایی که جمهوری اسلامی سعی کرد بزنه برای اینکه بگوید فخری‌زاده اصلا هم چیزی نیست، حالا خواهم گفت حتی در روی سایت مریوان هم چجوری مثلا حقه بازی میکنه، این اواخر آمده بود فخری‌زاده رو به عنوان یکی از کسایی که یکی دو تا سخنرانی هم براش گذاشته بود درباره نمیدونم مصرف دارویی نمیدونم فلان صنعت که یعنی هیچ ربطی محسن فخری‌زاده به صنایع هسته‌ای ندارد و پخش کرده بودن همه جا که از سال 82 اصلا فخری‌زاده ربطی نداره، آدم اهمیت مهمی نبوده اصلا در صنایع هسته‌ای و اینها. من تاکیدم به همین دلیله که این سخنرانی دیدین، حالا بخش دیگه‌اش رو خواهید دید که تیک تیکایی هم که پرید اینجوری در فیلم مال ویدیوی اصلی است، در واقع ما تغطیه‌اش نکردیم. تو همین سخنرانی فخری‌زاده میاد به پروژه آماد اشاره می‌کنه، البته اسم آماد رو ما نمیشنویم به دلیل همین تختی این ویدیو، این سخنرانی توسط خود رسانه سپاه که اینو منتشر کرد. اسم آماد نیست در این سخنرانی، ولی میگوید طرح دفاع هسته‌ای. دفاع هسته‌ای یعنی چی؟ آقای فتوای مبلغ فتوای خامنه‌ای که حرام کرده است بمب اتم، دفاع هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی پروژه نظامی هسته‌ای. و زمانی هم که بهش اشاره میکنه توجه بفرمایید، میگه رئیس جمهور وقت ریاست جمهوری محمد خاتمی است، که به فخری‌زاده میگه ما اصلا باید زودتر این پروژه نظامی یا به قول خودشون طرح دفاع هسته‌ای رو میداشتیم. در سالهای حدود 78-79 که من خدمت رئیس جمهور محترم وقت گزارشی رو میدادم در این مقوله، ایشون فرمودن که ما این کار رو نه که باید شروع کنیم که خیلی دیر هم شده. الحمدلله در اون موقع طرح دفاع هسته‌ای تمام شد تا رسیدیم به این بسیار دوره که در خدمت امیرعزیز خاتمی هستیم که خب حالا عرض میکنم خدمت شما ما پیشرفته های بسیار خوبی داشت. آیا امیر خاتمی که خب انصافا در یه وضعیت متفاوتی حمایت دادن میکنن و این انشاءالله که بازار به آزاد سالها داره ایشون بله. این دوره ای که فخری‌زاده میگه وزیر دفاع جمهوری اسلامی امیر حاتمی داره به طور ویژه حمایت میکنه، پروژه مریوان در آباده فارس. این پروژه اول به اسم آماد برای تحقیق و چگونگی تولید تسلیحات هسته‌ای زیر نظر محسن فخری‌زاده شروع به کار کرد. همون دهه 70 در ادامه در زمستان 81 به سایت مریوان در آباده شیراز رسید.
به گزارش مؤسسه علوم و تحقیقات بین الملل، سایت مریوان در آباد شیراز ادامه طرح آماد است. یک سایت آزمایشی مهم، محل آزمایش چاشنی انفجارهای هسته‌ای. تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای استتار شده در پوشش‌های مختلف، امکان یافتن مکان آزمایش بیرونی را فراهم کرد در 24 کیلومتری شمال آباده در منطقه کوهستانی در استان فارس. خب، اینکه چرا اسم این سایت رو گذاشتن مریوان، عرض کردم شاید برای حقوق بازی رد گم کنی بودی، کما اینکه زمستان 93 که لو رفت این سایت مریوان در آباد شیراز، مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی همشون گفتن اصلا تو مریوان تو استان کردستان اصلا سایت اتمی وجود نداره، تکذیب کردن همشون. سایت مریوان در آباد شیراز به سایت لوجستیک یا پشتیبانی هم میگفتند، چون یه قسمتش در واقع لوجستیک بود، که تابستون پارسال جمهوری اسلامی سعی کرد این قسمت رو، این قسمت پشتیبانیش رو با خاک یکسان کنه که عکس شدینیم تا احیانا دست بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهش نرسه. اگرچه سایت پشتیبانی لوجستیک در ژوئیه سال 2019 تابستون یه سال و نیم پیش با خاک یکسان شد، اما به نظر میرسد سایت آزمایش در فضای باز تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده. تصاویر ماهواره‌ای اخیر که توسط مؤسسه علوم امنیت بین الملل به دست آمده نشان می‌دهد که سایت بیرونی دارای دو سنگر و یک رمپ آزمایشی است. این مجموعه اسلاید شامل عکس‌های زمینی است که دو تا شاهلون دیدین. محل آزمایش‌های چاشنی انفجاری با قدرت بالا در فضای باز به عنوان بخش از تولید سلاح‌های هسته‌ای طرح آماد. مطابق با اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این آزمایش‌ها برای آزمایش ردیاب‌های نوترونی است. این ردیاب‌ها در آزمایش چاشنی هسته‌ای برنامه‌ریزی شده ایران نقش اصلی را بازی می‌کنند. این یکی از آخرین آزمایش‌هایی است که قبل از ساخت سلاح هسته‌ای انجام می‌شود. اسفند 98، 27 اسفند 98 وزارت خارجه آمریکا بیانیه داد که نوشت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر 2019 یعنی آبان 98 گزارش داد که این آژانس در حال تحقیق در مورد شناسایی ذرات اورانیوم فراوری شده شیمیایی در یک محل اعلام نشده در ایران است و با توجه به اینکه آثار ذرات اتمی نشانگر وجود احتمالی مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده در ایران است، ایران باید کاملا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی شفاف باشد. سرانجام در 4 ماه پیش، در نهم مهر ماه 1399، بالاخره جمهوری اسلامی گذاشت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت مریوان در آباده شیراز نمونه برداری کنند. حالا موضوع آلومینیوم فلزی مطرح شده است که حالا توضیح خواهم داد. تو این عکسی که الان قبلا دیدید ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا بود که یه درو تحریم کردن، دیگه فرصتی نیست من اسامی اونا رو بیارم، لزومی هم نداره، داشتین اسامی اونا رو می‌دیدین. باری ببینید، در پیوند با موضوع آلومینیوم فلزی، 22 اسفند 96، برای اینکه بگم مسبوق به سابقه است به قول علما، یکی از رسانه‌های سپاه تسنیم نوشت بر اساس اسنادی که به دست آمده است، به دست آمریکا رسیده است، جمهوری اسلامی برنامه محرمانه به نام آماد داشته که محسن فخری زاده آن را هدایت می‌کرده است. برنامه آماد دارای 3 بخش بود: پروژه نمک سبز، طرح تولید چاشنی انفجاری با قدرت بالا، همون که عرض کردم خدمتون، و طراحی مجدد موشک شهاب 3 برای نصب کلاهک هسته‌ای احتمالی روی آن. این برنامه بخش از پروژه بزرگتری به نام پروژه 5 برای تولید اورانیوم با هدف استفاده در یک برنامه غنی‌سازی مخفی بوده که قرار بود محصولش فلز قابل کاربرد در کلاهک جدید موشکی باشد، که اینو بهش میگفتن تولید برنامه 111. برنامه 111 در پروژه آماد برنامه است که کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد مسئولش بود، که شاید هنوزم باشه. اینا خیلی خسته کننده میکنه برنامه رو، من میخوام دونه دونه بخش‌های برنامه آماد رو بگم که کی مسئولش بوده. ولی پروژه 111 یا برنامه 111 به اصطلاح در پیوند با تولید اورانیوم فلزی همین بحث است که طبق این اسناد گفته می شود کامران دانشجو مسئولش بوده. یعنی همین موضوع مورد مناقشه جدید، تولید اورانیوم فلزی، این فعالیت در جهت ساخت کلاهک اتمی
برای موشک شهاب 3 در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دارین می‌بینین آمد که دبیرکل آژانس مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اعضا گزارش داد در 8 نوامبر 2011 یعنی در 17 آبان 1390 و داستان همچنان تا امروز ادامه داشته با برجام و بی برجام.